محصلین عزیز السلام علیکم، در لکچر 49 ما باز هم یک تابع دو متحوله را از نو اکسپوننشیال می خواهیم گرافش در فضای سه بودی رسم کنم. ببینیم، فرض می کنیم که ما یک تابع زید مساوی ای به توان منفی 0.5 ضرب اکس مربع جمع وای مربع داشته باشیم و قیمت ها اکس هم در از منفی 4 تا 4 باشه که اکس شما به منفی 4 تا 4 تحول کنه، وای شما از منفی 4 تا و 4 و ما زید محاسبه بکنیم در برابر ازی و گرافش رسم کنیم. و ای را ببینیم، بازی است که اکس وای مساوی مشیره منفی 4 تا 4 قدمش هست و زید هم مثلا اکسپوننشیال از اکسپوننشیال من بسیار شروع پینزر به اکس مرابه جمع وای مرابه و مشکلی که من اینجا نیم سافتیر ملابه باس میکنم، میتونم که نوشته کنم یا میتونم از اینجا کپی بگیرم پیست کنم. مثلا میخواهیم که اکس و وای مساوی با چی میشه مش گریده از منفی 4 تا و قدمش همیتیم 0.01 تا و مثبت 4. فرض میکنیم که این قیمت های x و y باشه و ما میخواییم که زید در اینجا معرفی کنیم که زید مساوی است به اکسپوننشیال چند بود؟ اکسپوننشیال منفی 0.5 ضرب قوس اکس مربع اکس به طاقت 2 جمع وای به طاقت 2 و میشه x y z. گراف هم میبینیم بسیار عالی، این گراف بالاخره رسم میشه که ما برش گفتم که قیمت های x از منفی 4 تا 4 است و هم از منفی 4 تا و 4 است، زید هم از چند میشه، بالاخره قیمت ها رو در برابر یک محاسبه خود شخص میکنه که در اینجا من میتونم اگر من قدم کم میساختم این جال به شکل جال میامه. ببینیم قدم 0.01 نمیدیم، بسیار زیاد تر از اون میگویم، یعنی کاپی پیست داخل میشم، فرض میکنم که 0.1 باشه و طور مثال و این تابید برابرش محاسبه شده. ببینید اینو به این شکل نامه که جال ها مکمل میتونست که حساب شده و هر قدر که ما او را قدم زیاد بگیرم اما قدر یعنی جال ها کلام شده می روید و هر قدر قدم بسیار کوچک بگیرم این به یک جسم تبدیل می شه. به همین شکل هر گونه تابیر ما می تونیم تحت محاسبه قرار بدیم. مثلا باز هم تکرار که اگر ما قدم تغییر بتون کپی پیست بیاییم همون 0.1ش بهتر است که این حالت بگیره و بالاخره تابیر ما تغییر می تون. ما مثلا نیم ده اینجا برش میدیم که منفی 0.5 ضرب اکس جمع وای مربع اینی حالت داشته باشه. حالا بین مش بگویمش مش اکس و وای و زید، ببینیم که گراف چگونه رسم میشه در برابر تابع این تابع است و تابع این حالت را خود میگیره. در حقیقت این تغییرات به دست ماست، هر گونه تابعی که ما داشته باشیم تابعی اکسپوننشیالی میتونیم به سادگی گرافش چکنیم رسم کنیم یا حتی میتونیم به تغییر دیگران تغییر بتیم. اتو بگویمش مثلا کپی پیست میایم یک تابعی دیگر نوشته میکنم اکسپوننشیال نوشته میکنم که مثلا اکسپوننشیال ای منفی 0.5 شم پس میکنم منفی شم خب
پس میکنم مثبت میگیرمش. وقتی که مثبت بگیرم میان میگم که x مربع به توان دو، x مربع جمع y مربع، این تر میکنم و مش میگمش ببینم که گراف تابع در صورت یک مثبت باشه چگونه است. اینی حالت هم خود میگیره، این قط گراف تابع اینی حالت است که شما در امی فضای سیبودی این رسم کده میتونید به هر گونه که بخواین تابع را تغییر داده میتونید و گراف شد رسم کده با اینمی کامان میتونید کپی پیست ببخشین یک پیست دگاه ما داخل میشم ایده تغییر میتونم مثلا میم میجا برش میگم که x جمع y این x جمع y به طور مثال این حالت رو داشته باشه و در این صورت یک قوس دگان برش کم است، اکسپوننشل یا زیاد آمده بین خیلی ای از بین رو بریم، اینیش از بین رو بریم، انتر مش x و y زید بسیار ببینیم این حالت به خود میگیره. یعنی ما به گونه های مختلف میتونیم که گراف هر گونه تابع رو چه کنیم رسم کنیم، در فضای سیبودی رسم کنیم. لطفا لکچر آخری را تعقیب کنید.